مخصوصا کسانی که دارای امکانات هست و دارای مقام منصب هاست که تحت تأثیر فرزندان و خانواده قرار نگیرند. رهبر شهید استاد مزاری رحمت الله علیه که روزها روزهای سالگردی بود، خب خانه برادر خود رو بالاخره گرفت و از یک دختر مان میامد طرف افغانستان. خانمش گفت که آقای مزاری، این دختر لباس نده، اما روزه از همه اول ماه نمید تا آخر ماه رمضان تو مشغول عبادت هستی. دخترش بالاخره آمد، یا رسول الله خب کنیز زیاد داری، به الحمدلله مثلا غلام داری، کنیز داری، مالیات داری، غنیمت داری، الحمدلله فراوان، خب من کاغذم برای من یک کنیز بدی که بالاخره کار بکن در خانه برای با من کمک بکنه اینا. حضرت فرمود نه، نداد. و بعد گفت که خب فردا رات که من یک کنیز بدی. حضرت فرمود که کنیز نیست، ولی برو بعد از نماز خود 34 مرتبه الله اکبر بگو، 33 مرتبه الحمدلله، 33 مرتبه سبحان الله، این به جای کنیز. یا رسول الله خود تو کارم رو زیاد کرد، میخواست خود کارم بالاخره کم بشه، میگه خب تو برو ذکر کن بالاخره. خب یک کنیز بالاخره، صد شطور میدهی به ابو سفیان، یک کنیز به دخترت نمیدی؟ خب به هر حال اینا مسائلی است که پیامبر را پیامبر ساخت. صد شطور به ابو سفیان میده که او با پیامبر جنگیده، دشمنش هست، و دخترش زهره مدی یک کنیزم نمیگید مثلا. خب به هر حال آنا فرمود که این عارفان بند فرمود که وعلی که به ذکر الله ابن مسعود، بر تو با ذکر خدا و یاد خدا و العمل صالح و عمل صالح، فإن الله تعالی یقول و الباقیات و صالحات خیر عند ربک ثوابا و خیر عملا. ابن مسعود، ذکر خدا و یاد خدا و عمل صالح آویزه گوشت باشه. یاد خدا یک، عمل صالح و رفتار نیک دو. مستندش چیست؟ فإن الله تعالی یقول و الباقیات الصالحات خیر عند ربک، نزد خدای متعال باقیات الصالحات بهتر است از نظر ثواب و خیر عملا و امیدوارتر است. خب آنچه که میماند اعمال صالحه میماند، او باقیات الصالحات میشه. خلیزا باقیات الصالحات ذکر الله هست، عمل صالح هست. البته خب ذکر الله تنها یا الله گفتن هم نیست، الحمدلله هم نیست، سبحان الله هست، همه اینها هست، تسبیحات اربعه هست، اما مطلق یاد خدا ذکر الله هست. عمل صالح هم هاکزا، عمل صالح که خب دامنش خیلی وسیع است. خب این فراز تمام میشه، بعد اینجا میریم برای فراز این آیه، آیه 46 سوره مبارکه کهف میشه. بفرماید ابن مسعود، باقیات الصالحات نزد خدای متعال بهتر است. اون باقیات الصالحات چیست؟ باقیات الصالحات عمل صالح است و یاد خدا. خب پس چقدر خوبه که انسان به یاد خدا باشد. و بشارت داد به شما که شما روزدار هستین، روزدار تمام ساعت به یاد خداست ولو خواب باشه. این خوبی روزه است. شما وقتی که روزه ماه رمضان رو نیت میکنی دیگه از هنگام صبح اگر دیگه خواب باشین تا شام خواب باشین به یاد خدا هستی، چون نفس عمل شما امساک است و امساک از صبح تا شب هست. پس این خودش ذکر الله است، خودش طاعت الله است. از اینجاست که روزه از نماز کرده فضیلت داره. نماز تا اون لحظه ای که در قیام و قعود و رکوع و سجود هستی نماز هست، خب گفت سلام دیگه تمام میشه، قبل از تکبیر که دیگه نماز نیست. اما روزه از همه اول ماه نمید تا آخر ماه رمضان تو مشغول عبادت هستی، عبادت مثل روزه کمتر پیدا میشه. ولذا از صوم جنت من النار، روزه سپر آتش جهنم است. لذا کسی که روزدار هست، چه بیدار باشد چه خواب باشد، در حال ذکر، در حال یاد خدا و ذکر خداست. خب انشاءالله تعالی همه ما و شما متوجه این نقطه باشیم، مخصوصا کسانی که دارای امکانات هست و دارای مقام منصب هاست که تحت تأثیر فرزندان و خانواده قرار نگیرند. خیلی مسئله است.
یاد بکنم بد نیست. رهبر شهید استاد مزاری رحمت الله علیه که روزها روزهای سالگردی بود. خب خانه برادر خود رو بالاخره گرفت از یک دختر ما. میام از طرف افغانستان، خانمش گفت که آقای مزاری این دختر لباس ندارد، دختری 2 ساله، پول بده که لباس برای این دخترم بخرم. گفت من پول ندارم، پولی که هست مال حزب است، مال من نیست. گفت برو پیراهنم را پاره کن برای دخترم لباس بساز. این میشه تقوا، این موجب بقا میشه. یک رهبری که 3000 نفر رو یعاشه میکنه، نظامی داره، یک جبهه رو اداره میکنه، حزب رو اداره میکنه، اون وقت برای دختری 2 سالش لباس نداره، خانه هم نداره. تا آخرین روزها خانوادهش در بنیاد شهید قم در خانه شهدای قم زندگی میکردن. خب به هر حال 2 متر پارچه چیه واقعا؟ ولی تقواست که بالاخره خب آدم را. و این سخن رسول گرام اسلام اینجا صادق است که لا تحملنک شفقه على اهلک و ولدک على الدخول في الارض بلد في المعاصی و الحرام. ابن مسعود، محبت زن اولاد تو را وادار نکند که به حرام و معصیت بیفتی. خب همینطوری با دخترش تا زمانی که در قم درس می‌خوان تا سنف 12 را هم که خوان لپتاپ نداشت و رهبران ما برای حتی لپتاپ نخریده بود. خب خیلی جالب است. خب به هر حال از با مصداق عرض کردن خدا انشاءالله روحشان رو شاد بگرداند. پروردگار ما را از خوبان قرار بده و ما را تحت تأثیرات خانواده و نور چشمه ها قرار مده. پروردگار ما را از روزداران قرار بده. روح ابن مسعود و عبدالله ابن مسعود و پیامبر اکرم را از ما راضی قرار بده. بر محمد و آل محمد صلوات.